به شما عزیزان سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. با شما خواهم بود در ساعت پیش رو در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ماه مرداد ماه هستیم. در مرداد ماه شاهد رویدادهای بسیار بوده ایم در تاریخ معاصر ایران. قتل دکتر شاپور بختیار در پاریس به دست فرستندگان جمهوری اسلامی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی. دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر در نظام پادشاهی ایران در خارج از ایران نیز لحظه ای از آنچه که برای ملت ایران میخواست، لحظه از خیرخواهی و ادامه راهی که سالیان سال در پیش گرفته بود باز نایستاد. هشدارهای او در زمان انقلاب، در جریان طوفان انقلاب، از سوی اکثریت مردم به ویژه رهبران انقلاب، رهبران میانه رو، همراهان پیشین خود او در جبهه ملی ناشنیده گرفته شد. سرانجام میان دوراهی آیت الله خمینی و آنچه که شاپور بختیار پیشنهاد می کرد، به رهبری آیت الله خمینی، همگان به راهی رفتند که سرانجامی امروزین دارد. دکتر شاپور بختیار در پاریس به دست فرستادگان جمهوری اسلامی به قتل رسید. دستیار او، دستیار نازنین او، سروش کتیبه نیست، کارت بر گلویش نهادند. امروز بیش از 3 دهه پس از انقلاب اسلامی، بسیارند جوانان، نسل تازه ایران که راه دکتر شاپور بختیار را باز یافتند، راهی که اگر پیموده می شد ایران امروز چنین نبود. روانش همواره شاد باد، روان سروش کتیبه نیست. در مرداد ماه همچنین شاهد قتل هنرمند آزاده ایران بودیم، فریدون فرخزاد. کلام آواز او را نیز ولایت فقیه تاب نیاورد. چپ و راست انقلابی در ضدیت با صدای فریدون فرخزاد و آنچه که او می گفت هم صدا بودند، همچنان که در ضدیت با هر آن که برای مردم ایران و ایران خیر می خواست و آزادی و برقراری حکومت قانون. فریدون فرخزاد رو نیز در آلمان فرستادگان جمهوری اسلامی به قتل رساندند. بیش از 3 دهه از جمهوری اسلامی بسیاری در خارج از ایران به قتل رسیدند. دکتر قاسملو، دکتر شرفکندی، کاظم رجوی، سیروس الهی، بای احمدی، تیمسار اویسی، بسیارند کسانی که به قتل رسیدند توسط فرستادگان جمهوری اسلامی. این نکته رو نیز یادآوری کنیم که در مرداد ماه سالگرد درگذشت 2 پادشاه سلسله پهلوی نیز هست، که پادشاه پهلوی دوم محمد رضا شاه پهلوی، پیکر او در قاهره در مسجد الرفاعی همچنان به امانت است، چنان که پیکر پدر او
پهلوی نخست رضا شاه کبیر نیز در همان مکان به امانت. مرداد ماه ماه رویدادهای بسیار در تاریخ معاصر ایران است، از جمله انقلاب مشروطیت ایران نیز در مرداد ماه بوده است. باشد که مرداد ماه‌های آینده همچون ماه‌های دیگر در تاریخ ایران سرشار از شور و نشاط و رفاه و آسایش برای ملت ایران باشد. با شما خواهیم بود در تفسیر خبر تا لحظات دیگر. مسائل در داخل ایران، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، موضوعات در منطقه، مسائل منطقه بسیار است. از آنچه که در عرصه نفتی ایران می‌گذرد، رانت‌های 600 میلیون یورویی که آقای محسنی اژه‌ای به آنها اشاره کرده تا قتل‌هایی که این سو آن سو در ایران اتفاق می‌افتد و همچنین در منطقه. در این نیمه برنامه با من و شما هستند آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی در انگلستان. به اتفاق شما به ایشون خوش آمد میگیم پس از غیبتی نسبتاً طولانی. سلام به شما آقای تقی‌زاده عزیز. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما، خوشحال از دیدن دوباره شما. مطمئنم بینندگان ما هم خوشحال هستند از دیدن شما آقای تقی‌زاده گرام. آقای تقی‌زاده، من یک پرسش ساده داریم برای خیلی از بینندگانمون، همچنان ممکنه پرسش باشه. این قضیه رانت ها به چه شکلی که به این راحتی میشه 600 میلیون یورو مثلا رانت خاری کرد؟ اونطور که آقای محسنی اژه‌ای گفته در یک معاملات نفتی، یا مثلا فرض کنید این مکانیزم اقتصادی ایران چجوری است که به این راحتی میشه یه همچی کارایی درش کرد؟ مشکل اصلی طبیعت اقتصاد امروز جمهوری اسلامی است، اقتصاد دولتی. دولت عملا بیش از 90% از تجارت خارجی و حجم مبادلات پولی رو در اختیار داره. بخش خصوصی بخش واقعا کوچکی است در مجموعه اقتصاد دولتی ایران، و وقتی یک گروه در یک زمان حاکم بر دولت است و نهادهای ناظر هم در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود ندارند، در طول هر 8 سال یک انقلاب به قولی خاقانی صورت میگیره که من در این مورد توضیح کوتاه میدم. و در طول این انقلاب خاقانی اون وقایع اتفاق میفته که امروز شما گفتید، و وقتی که ورق بر میگرده جانشینان این گروه از گروه قبلی انتقاد میکنن، ولی عملا تا مرفق دستشون در همین کاسه فاسد دولت حاکم و اقتصاد دولتی فرو میره. در زمان آقای احمدی نژاد به علت شروع تحریم ها و بعد ادامه اون، خب دولت ظاهرا فکر میکنه که میتونه با استفاده از عواملی که داره راه دور زدن تحریم ها رو پیدا بکنه. بعد پدیده هایی مثل آقای بابک زنجانی پیدا میشن که هم سر دولت و هم سر مردم رو همزمان کلاه میگذارن، از هر دو طرف هم میدوزن. در طول 4-5 سال دارایی آقای بابک زنجانی به روی کاغذ به 10-12 میلیارد دلار بالغ میشه، بدون اینکه این شخص حتی الفبای اقتصاد رو هم در هر مکتبی آموخته باشه، ولی الفبای حقوق بازی و ارتباطات و رانتخاری رو زود یاد میگیره و استاد این کار میشه، عوامل کار رو هم فراهم میکنه. وقتی آقای روحانی سر کار میاد بعد از 8 سال و تیم مشابه او، اونها متهم میشن به یک قلم 650 میلیارد دلار رانت دولتی. این اجازه است که به یکی از اشخاص یا گروه ها دولت آقای روحانی میده، باز با همون هدفی که مشابه با هدف آقای دولت آقای احمدی نژاد است، برای دور زدن ظاهرا تحریم ها و دادن حق انحصاری به یک گروه برای واردات کالا. حالا که همون شخص
از اعتبارات پایه دولتی استفاده میکنه برای گشایش اعتبار، بعد کالا رو به اسم خودش وارد میکنه ولی ظاهرا به نیت تحویل به دولت، اونها رو انحصاری در بازار میفروشه و از منافعش برخوردار. دولت هم خوشحاله، نیازهای روز مملکت رو از این طریق با سرعت تامین کرده. حالا من اگر اجازه بدید آقای چالنگی، اون انقلاب خاقانی رو به نوعی تعریف کوچیکش رو بکنم. میگم در چین تو بفرمایید، ممنون میشم آقای طرزی. در طول 4000 سال پیش وقتی که انقلاب شده بود یا مردم در بخش‌های مختلف چین اعتراض می‌کردن، حاکم وقت می‌پرسه از وزیر و اعوان انصارش که اینا چی می‌خوان. میگه انقلاب کردن. میگه انقلاب بخوام منظورش چیه، چی می‌خوان؟ میگه که مردم از فساد دولتی ناراضی هن. خب در شانگهای، در پکن، نمیدونم در این شهرهای مختلف چین، منچوری، همه این حکامی که دولت میفرستاد و ناظری برشون نبود، تا اونجا که میتونستن چپاولگری میکردن و مردم هم به خرخرهشون رسیده بود و میخواستن که این حاکمای فاسد رو در محلهایی که بودن عوض بکنن و این رو حاجب و دستگاهی که آقای خواهان داشت به اطلاعش میرسونه. میگه خب اینی که اینها میخوان من خودم انجام میدم. خب حاکم منچوری رو برمیداره میبره مثلا به شانگهای مینشونه و برعکس. خب اینها تا زمانی که اونجا بودن، تا حدی که میتونستن، مردم رو خونشون رو مکیده بودن و ابتکار تازه‌ای برای نوشیدن خون مردم و کشیدن ریشهشون نداشته بودن، شیرهشون نداشته بودن. ولی وقتی حاکما جا به جا میشن، خب یک بازار نو یا به قول فرنگی ها نیش مارکت براشون پیدا میشه و با ابتکارهای تازه همون عمل رو انجام میدن. اسم این انقلاب رو میگذارن انقلاب خاقانی و این درست وضعیتی است که حاکمیت جمهوری اسلامی درست میکنه. یعنی شما آقای طرزده یعنی دارید میفرمایید که مثلا این کابینه جدید هم که اومده، خیلی هاشون خوب، البته همون سمت ها رو قبلا داشتن، از جمله آقای پور محمدی که وزیر دادگستری است و ما بسیاری از بینندگان ما میدونن که ایشون یکی از مسئولان کشتارهای دهه 60 هستن و کسان دیگه که در دولت و کشتار زندانیانی که در دهه 60 کشتن در زندان و دورای محکومیتشون میگذرن. یکی از سه نفر عامری بوده که ناظر بودن که بر این قتل نظارت داشته و شرکت داشته و کسان دیگه مثل آقای زنگنه که به هر حال نقش داشته در معاملات نفتی در دولت‌های پیشباز وزیر بوده و بقیه. اما یه عده هم میگن جدید هستن مثل طیب نیا یا بقیه. یعنی میفرمایید همین دولت هم باز همون دولت خاقانی است؟ بدون تردید چهره های دست دومی که در دولت بعدی روی کار میان، در نظام قبلی و در گروه قبلی در مقام یا رقیب یا مخالف یا جانشین آموزش دیدن، سلسله مراتب رو طی کردن. وقتی به بلوغ سیاسی در درون حاکمیت رسیدن، مسئولیت به اونها واگذار شده. مثل کسی که الان دست راست آقای روحانی است، در دولت طرف دیگر آقای ظریف می‌نشینه که همین امروز بود، ولی به هر حال در سلسله مراتب حاکمیت جمهوری اسلامی تدریجا رشد کرده. بله. آقای تقی‌زاده ببینید، این رانت‌ها رو یا همین دزدی‌ها، چپاول، هر چی که اسمش بزن، بران از سفره مردم میره به حساب‌های بانکی افراد به خصوصی بدون همکاری بانک‌های خارجی، آیا امکان پذیره یا نه بانک‌های خارجی کاری نداره این پول از کجا میاد، پولیست میاد میره؟ چطور مثلا الان یه کسی میخواد مثلا فرض کنین برای بچهش در آمریکا، کانادا، انگلستان پولی بفرسته با هزار دردسر و بروبیا و یه حساب بانکی میخواد باز کنه، ولی اینایی که میفرمایید این پولایی در این بانک‌ها به راحتی جابجا میشه؟ در کانادا بفرمایید، خود شما خبر دارید، در جای دیگه چه جوری است این بانک‌های خارجی؟ چی در شروع کار آقای چالنگی امکان دور زدن تحریم‌ها از طرف بانک‌ها فراهم بود، ولی تدریجا آمریکا تا اونجایی که بضاعت پیدا کرد به کمک سیستم‌های اطلاعاتی خودشون که وزارت خزانه داری هم در اون نقش مستقیم داشته، یعنی هم کار اطلاعاتی میکرده و هم کار پیگیری، تلاش کردن این سوراخ‌ها رو ببندن. جریمه که یکی از بانک‌های فرانسوی 3 ماه پیش محکوم به پرداخت شد و داوطلبانه اون رو پذیرفت، نزدیک به 9 میلیارد دلار این جریمه است که بابت معامله با جمهوری اسلامی پرداخته. پیش از اون یک بانک انگلیسی، بارکلی، در حدود 1 میلیارد در همین زمینه و به همین علت محکوم شد.
الان خیلی دشوارتره برای بانک‌های خارجی که تحریم‌ها رو دور بزنن و برای نقل و انتقال پولی یا با دولت جمهوری اسلامی یا با عوامل اون همکاری بکنن. بله. خب ببینید، اون وقت در اثر انتقال پول، یعنی وقتی که پول از جریان چرخشش در ایران خارج میشه، این علاوه بر اینکه پولیست رفته، چه مشکلات دیگه رو، پولهای کلانی مثل این پولهایی که حضرات میبرن، چه لطمات بنیادی به اقتصاد میزنه؟ یا نه مسئله نیست، پول چاپ میکنن دوباره میریزن تو بازار. پیش از انقلاب شما به خاطر دارید یکی از منابع صدور اجازه نشر اسکناس ذخیره های پولی ایران بود که بخشی از این ذخایر جواهرات سلطنتی بود، بعضی از اینها ذخایر طلایی بود که بانک مرکزی در اختیار داشت و بخش عمده‌ای ذخایر ارزی ایران بود که این ذخایر ارزی با توجه به استحکام پولی پول منبع کمک میکرد به اینکه به دولت اجازه نشر اسکناس بیشتر رو بده. وقتی ما میشنویم در طول 8 سال دولت آقای احمدی نژاد 800 میلیارد دلار ارز خارجی به ایران وارد شده و 600 میلیارد دلار از این ارز از مملکت خارج شده، این دارایی هایی است که در صورت حفظ شدن در ایران یا به حساب ایران در بانک های دیگری نگه داشته شدن میتونست به ثروتی بیانجامه که جمع آوری او کمک میکرد به گردش اقتصادی بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر، توجه کردن به طرحهای یا تولیدی یا طرحهایی که میتونست سرمایه گذار باشه. ولی اگر بدون توجه به این دارایی که دستمایه سرمایه گذار هست دولت مبادرت بکنه به نشر اسکناس، کاری که همین حالا داره انجام میده، اون پول تدریجا بی‌اعتبار میشه، قیمت کالاها در قالب تورم افزایش پیدا میکنه و اقتصاد به وضعیت میفته که امروز اقتصاد جمهوری اسلامی افتاده. یعنی از اون 600 میلیارد دلار در طول 8 سال استفاده بهینه نکرده، پولها از ایران خارج شده، عده‌ای به ثروت‌های یک شبه رسیدن، ولی دولت چون دستش خالی بوده شروع کرده به نشر اسکناس. به این علت حجم اسکناس در گردش که کمترین ارزشی نداشته در طول 8 سال 7 برابر شده و متاسفانه آقای روحانی هم همین سیاست داره ادامه میده. در طول 1 سال گذشته حجم اسکناس در گردش ایران 20% افزایش پیدا کرده. الان اسکناس در گردش ایران در حدود 600 میلیارد و 50 یا 40 میلیونه که این نسبت به 520 یا 30 میلیاردی که در دوره سال آخر آقای احمدی نژاد بود، این 20% افزایش رو نشون میده. آقای تغیزاده ببینید، من تصاویری رو دیدم از یکی از همین خبرگزاری های دولتی در تهران، عکسایی رو دیدم در استان خراسان جنوبی، بی آبی برای یک کاسه آب در حکومتی که به هر حال داعیه یا ادعای رهبری جهانی رو همگاهی مطرح کرده، برای یک کاسه آب چه وضعیتی پیدا کرده مردم خراسان جنوبی اون منطقه. در اینکه ایران کشور کم آبی هست تردیدی نیست، در اینکه راه حل وضعیت کشاورزی ایران پیش از انقلاب بعد از تحقیقات بسیار شما در جریان هستید این شد که کش بریم به طرف کشاورزی صنعتی به عنوان راه حل، این رو هم بسیاری اطلاع دارن. پرسش من این هست، با افزایش جمعیتی که بعد از انقلاب شاهدش بودیم، یک، و با وضعیت صادرات نفتی که ایران داره در حال حاضر و بقیه امکانات، آیا ایران، حکومت ایران منصفانه بخواین بگین، توان اینو داره که برای مردم خراسان جنوبی آب تأمین کنه، وضعیت کشاورزی رو سامان بده و بقیه مشکلاتی که امروزه هست که مردم بچه های خودشون نفروشن در دروازه غار و این همه اعتیاد هم به وجود نه و و و و این همه بیکاری و بقیه مسائل، این امکان داره ایران یا واقعا نداره؟ ایران به هر حال باید پذیرفت یه کشور است، این آقایون هم دارن لطف میکنن، ادارش میکنن، یه نونی هم دست مردم میدن. من آقای چالانگی مثل شما هستم و نسبت به مدیریت منابع آب اطلاعاتم بسیار محدوده، همینطور که در مورد کشاورزی، ولی یک اطلاعات ابتدایی است که من و شما در مسیر اون قرار داریم. یه کشوری در منطقه مثل اسرائیل که اون هم از مشکل بی آبی کم آبی رنج میبره،
و یک مملکت دارای خشکی است، خشکی های بیشتر از مناطق مسکونی و یا زراعی. ولی مدیریت مناسب منابع آب در ایران اگر به صورت علمی صورت بگیره، ایران طبق نظر کارشناسا قادر به تغذیه تا 200 میلیون جمعیت است. ما الان نیمی از اون خط رو هم حتی ازش عبور نکردیم، ولی میزان ضایعات آب در ایران بالای 50%. ما مدیریت کلان مملکتمونه که نقص داره و در نتیجه این نقص ها امروز به فکر واردات آب از تاجیکستان هستیم برای تامین نیازهای خراسان که شما به درستی به اون اشاره کردید، و در جنوب ما شاهد از بین رفتن دریاچه ها و تالاب هایی هستیم که تا به حال بارور بودن، و دریاچه رضاییه یا ارومیه یکی از نشانه های انهدام محیط زیسته که ما امروز شاهدش هستیم. بله، الان این مشکلاتی که وجود داره در مسیر مذاکرات اتمی و این مشکلات ناشی از برنامه اتمی حکومت فقیه در ایران، که این مشکلاتی که بر سفره مردم آورده، آیا روند مذاکرات رو جوری شما میبینید که بتونه به حل نهایی منجر بشه یا نه؟ همون دایره بسته و پیچیده‌ای هستش که بود. امروز آقای روحانی در جمع تعدادی از نمایندگان سیاسی خارج از کشور ایران اظهاراتی کرد که مفهوم ساده اون این بود مخالفت ها در داخل با او در مورد مذاکرات اتمی به مراتب جدیتر از موانعی است که در خارج وجود داره، ولی او به کمک رهبر جمهوری اسلامی عزمش این است که این مذاکرات رو به نتیجه برسونه. آیا موفق خواهد شد؟ وقت زیادی برای این کار باقی نمونده. 2 ماه آینده مطابق اون چی که سیاستمداران آمریکایی بهش تاکید میکردن هفته گذشته، نهایت وقتی است که جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف خودش داره. به نظر من جمهوری اسلامی سیاست غلطی رو در مورد چانه‌زنی و بدبستان با جامعه جهانی اتخاذ کرده. میزان گرفته ها در بهترین شرایط نسبت به اون چیزی که واگذار میکنه بسیار اندک خواهد بود، و اون چیزی که در کنار این سیاست غلط از دست میده، یعنی ادامه تحریم ها، از اون هم به مراتب بزرگتره. جمهوری اسلامی باید این برنامه غیر عاقلانه اتمی خودش رو داوطلبانه و بدون پیش شرط رها میکرد. از این کار تا به حال خودداری کرده، ولی امیدواره فقط به نیت راضی نگه داشتن مخالفین داخلی امتیازاتی از آمریکا دریافت کنه، و در مقابل اون تلاش داره بگه که آقا برنامه من با گذشته فرق کرده. آقای روحانی امروز میگفت که دنیا تغییر کرده، منظور این بود که ما هم تغییر کردیم یا باید تغییر بکنیم، و تلاش میکرد به جامعه جهانی اطمینان خاطر بده که مذاکره کننده های ما دارن به شما راستش میگن، میخوان این برنامه رو تسلیم بکنن. در این چارچوب بایستی تا حدودی نسبت به نتیجه مذاکرات امیدواری محتاطانه داشت. بله، گفت از کرامات شیخ ما این است که گفته دنیا تغییر کرده. آقای تقی‌زاده، ببینید روز گذشته یک هواپیمای آنتونوف در تهران بلند شد و بعد نه اینکه نشست، افتاد. این هواپیما نوعی هست که یکی دیگهش قبلا آزمایش شده بود، اونطور که منابع دولتی در ایران گفتن، در اصفهان، و بعد دیدن که خیر نمیشه، اون بلند شد افتاد، گفتن نه پرواز نکن، اما انجام شد. چون این مشکلاتی که ظاهرا محصول مشترک اوکراین هست و حکومت ایران، این هواپیما، چون این مشکلاتی های ناشی از همین تحریم هاست، یا این که بدبستون ها و سودجویی هایی هستش که به هر حال در چنین معاملاتی وجود داره با اوکراین و بقیه کشور؟ آقای چالنگ، اول بپرسیم که عامل تحمیل تحریم ها چه کسی است؟ آیا سیاست های جمهوری اسلامی است، یا بدون توجه به اینکه جمهوری اسلامی چه چیزی هست، آمریکایی ها یا اروپایی ها داوطلبانه فقط علیه یک کشور بخصوص یه سری از تحریم ها رو اعمال میکنن؟ نه، این ما هستیم که این تحریم ها رو به خودمون جلب کردیم با رفتارهای غلط منطقه ایمون، با حمایت از تروریسم، با پیگیری یک برنامه ابلهانه اتمی، با پرداختن به بخش های نظامی که حالا تدریجا وادار به پس دادن اونها میشیم. ولی نکته دیگه‌ای که میخوام آقای چالنگی به اون اشاره بکنم این است که همزمان با روزی که این آنتونوف 158 یا اون چیزی که در ایران ازش به عنوان ایران 140 یاد میکنن،
آقای ستاری فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی با گردن افراشته میگه ما ناو هواپیما بر هم میتونیم بسازیم. ظاهرا این تکنولوژی الان آماده است و پولش هم خوابیده است، فقط منتظر دستور سیاسی رهبر است که اینها ناو هواپیما بر بسازن. در حالی که در همون روز 40 نفر در دومین حادثه دومین هواپیمایی که در ایران مونتاژ شده جون خودشون از دست میدن. دو نکته وجود داره، یکی اینکه در این مملکت واقعا هیچ قانونی حاکم نیست. وقتی 40 نفر جان خودشونو در اثر یا اشتباه نظر دادن اجازه غلط، به هر نحوی که شما این جنایت رو از بین رفتن جون 40 نفر رو بهش نگاه بکنید واقعا قابل پیگیریه، ولی نه مجلس اجازه این کارو داره، نه دولت خودشو در موقع مسئول ببینه و متاسفانه و دردناکتر این که مردم هم حتی اون رو به راحتی تحمل میکنن. صدای مردم بلند نمیشه. وقتی مردم صدایی در مجلس ندارن، میدونن اینها نمایندگانی نیستن که بازگوی خواسته های اونها باشن، خودشون هم حداقل اعتراض رو به این وضعیت نمیکنن. بایستی چه انتظاری داشته باشیم؟ دولت در وجود تظاهر به پیشرفت و ادامه قتل عامی که ما هر روز نمونه های اون رو میبینیم از این اقدامات فروگذار نمیکنه و این آینده یقینا با وضع موجود تا زمان ادامه پیدا خواهد کرد که مردم رو تحمل میکنن. خب یکی از نکاتی که هست آقای تغییرزاده اینجا وقتی آقای اجهی یا بقیهشون صحبت میکنن راجع به این 600 میلیون یورو ها، کسانی که متهم هستن اسم کوچیکشون ورده نمیشه، چی میم ره دال زه، ولی مبادا که کسی بیچاره ای در خوزستان که چنین کردن به ناچاری دزدی کرده باشه لقمه نانی دستش رو، نه تنها اسم و رسم و پدر و فامیل هم بلکه همه چیز رو بلکه دستش هم قطع میکنن. آقای تغییرزاده ببینید نبخشید صحبت همین دزدی ها شد و قطع دست در آوردن چشم و صحبت این که چنین میکنن و مردم چنان که باید نمیکنن، بس بر سر این هست. الان داعش در همسایگی ایران هست، کودکان ایزدی ده ها نفرشون در محاصره کشته شدن، به قتل رسوندن برادران پدران رو، خواهران و مادران رو بردن در موصل به حراج گذاشتن و در جاهای دیگه در سوریه. آیا تفاوتی هست بین آنچه که داعش به طور علنی در برابر دوربین ها انجام میده، با درآوردن چشم که در ایران انجام دادن، با شلاق زدن در ملأ عام، با اعدام کردن، با بقیه چیز، قطع دست و بقیه مسائل، تفاوت های بنیادی در نگاه کسانی مثل آقای خلخالی، مثل همین پور محمدی، در اینکه زندانیان رو در شهر کرد 11 نفر سوزاندن، تفاوت‌های بنیادی رو بین این دو برداشت مختلف از اسلام اگر هست شما به ما خواهید. من واقعا تفاوت بنیادی نمی‌بینم. این موارد در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده و اینها همسو با تعالیم اسلامی است. حالا بعضی از اینها این تعالیم رو به همون نرخی که میگن اگر رفتی شما کلاه بیاری سر رو با کلاه میاری و گاهی فقط سر رو یا فقط گاهی کلاه رو، داعشی ها امروز عملشون اینطوری دیده میشه، ولی ما به یاد داریم در حادثه سینما رکس آبادان صدها نفر بیگناه رو به همین صورت همین جمهوری اسلامی های ایران که حالا مدعی داعش هستن کباب کردن. مگر آقای خلخالی که شما از ایشون یاد میکنید 12 نفر رو که یک نفر از اونها مجروح بود با پای شکسته به دیوار نکشید و اعدام نکرد و بعد از اون وقتی میپرسیدن که آیا شما به رأیی که میدی اطمینان داری که مطابق با حق و عدالت و موازین هست، این شعار خیلی شناخته شده دردناک رو به زبون میورد که اگر گناهکارن به بهش میرن، به جهنم میرن، اگر که گناهکار هستن و من بی خودی اونها رو کشتم میرن به بهش. 500 نفر فقط شخص آقای خلخالی مسئول اعدام مستقیم بود. مگر در همین ماه‌های گذشته ما شاهد نبودیم که جمهوری اسلامی بعد از حمله کردن به یکی از پاسگاه‌های مرزیش 16 نفر رو از زندان بیرون آورد و به دستور دادستان محلی در زاهدان اونها رو اعدام کرد و با غرور اعلام کرد که این اعدام‌ها به تلافی صورت گرفته. کدوم دولت قانونی در کدام نقطه دنیا
ممکنه پیدا بشه که قبض رو به صورت تلافی انجام بده، نه اجرای عدالت و حکم قانون. خوب، البته باعث تعجب هست الان ما میبینیم از داعش گرفته، از عراق گرفته تا سوریه تا یمن، جاهای دیگه در منطقه، لیبی و کشورهای دیگه و ایران چنین هست و از روحانیت اسلام هم از شیعه و سنی صدای بلندی برای محکوم کردن یا برچیدن چنین بساطی نیست. تک و توک هستن روحانیونی از جمله در ایران مثل آقای کاظمنی بروجردی که سالهاست خواستار جدایی دین از حکومت شده و به هر حال به همین خاطر هم در زندان هست، گو که پیام ایشون خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داده در خارج از ایران، حتی از شاعر گرفته تا نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و اینا، که اخیرا هم در یکی از کشورهای اروپایی احتمالا فکر میکنم آلمان هست جلسه ای داشتن، اما به هر حال ایشون در زندان هست و صدای بلندی از روحانیت شیعه و سنی شنیده نمیشه. آقای طرزاده چرا؟ اینو بایستی از وسایل ارتباط جمعی بین‌المللی بپرسید. من و شما هم دلمون میخواد واقعا صدای خفته مردم ایران، صدای دردناک ضایع شدن حقوق بشر در ایران شنیده بشه. من در یکی از این نوشته هام، نمیدونم چه روز هفته چاپ شد، به این نکته اشاره کرده بودم که واقعا اون چی که در ایران میگذره آقای چالنگی خیلی متفاوت با اون چی که در سوریه، در عراق و در جنوب لبنان میگذره نیست، یا اون چی که در لیبی ما شاهدش بودیم. مردم ما مرگ تدریجی رو تجربه میکنن، ده ها هزار نفر سالانه در اثر فقر، در اثر توسعه فحشا، در اثر اعتیاد، در اثر ضایع شدن محیط زیست، استنشاق گازهای سمی جون خودشون از دست میدن. این از اندازه انفجار یک بمب اتمی بزرگتره، در حالی که مردم دنیا نسبت به اون سکوت میکنن چون خبر روز نیست، مردم ایران هم چون مرگ تدریجی است تحمل میکنن. سپاسگزار هستیم آقای رضا تقی‌زاده در انگلستان، با سپاس بسیار از شما تا برنامه های آینده پی خواهیم گرفت. تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا، تا لحظاتی دیگر. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. درباره واکنش در برابر رویدادهای ایران و منطقه میگفتیم، از جمله رویدادها درگیری های خونباری هست بین سازمان فلسطینی حماس، یعنی جنبش مقاومت اسلامی حماس و اسرائیل. این درگیری ها واکنش های بسیار زیاد داشته در اروپا، آمریکا و کشورهای منطقه. بسیاری از این واکنش ها بدون پرداختن به علل و اسباب این درگیری ها هست. بسیاری از اونها فراموش کردن که این درگیری ها که متاسفانه به کشتار بیش از 1900 فلسطینی انجامید و همینطور به کشته شدن نزدیک به 70 نفر اسرائیلی اما نظامی غیر نظامی انجامید، بیشتر کشته شدگان، بسیاری از کشته شدگان در غزه کودکان بودند. متاسفانه واکنش ها به علت و علل و اسباب این ماجرا نپرداختن در شرایط کنونی، حتی ناشنیده گرفتند حرف محمود عباس رو، رهبر دولت خودگردان فلسطینی در کرانه باختره رود اردن رو، که گفت تاجران جنگ در هر دو طرف در غزه و اسرائیل پشت این ماجرا هستند. میدونیم فلسطینی ها دارای دو دولت هستن، حماس که خواستار نابودی اسرائیل و در کرانه باختری دولت محمود عباس که خواستار تشکیل کشور فلسطین در کنار حماس است. به هر حال این نکات رو زمانی حتما به طور گسترده مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در ایران واکنش ها در برابر این موضوع برای من توجه برانگیز بود، از جمله واکنش آقای عزت الله انتظامی، هنرمند به هر حال ارزشمند تئاتر و سینمای ما، که همین امروز قرار بود در برابر دفتر سازمان ملل متحد برای اعتراض به این موضوع تجمع کنه،
کسانی را به این تجمع فرا خونده بود. آقای عزت الله انتظامی ایشون در فراخوان خودشون اشاره کردند که من از زمانی که این درگیری ها شروع شد برای کودکان فلسطینی خواب و خوراک ندارم، بیتابم، آرام و قرار ندارم. ممکن است چون این باشه. اما نکته‌ای که برای من قابل توجه بود این که بسیار کار زشتی است، این رو هم بگم، کشتار کودکان در هر جای دنیا، کودکان فلسطینی نیست، حتما کار بسیار نادرستی بوده که اسرائیل انجام داده و کار نادرست حماس بوده، موشک پرانی به سوی منازل مسکونی در آن طرف اشکلان و بقیه جا. اما آقای انتظامی عزیز و بقیه هنرمندانی که چنین میکنند، یک پرسش های ساده در میون هست. آیا کودکان سوری، بیش از 200,000 سوری کشته شد توسط نیروهای اسد، بیش از 40,000 کودک سوری در این ماجرا کشته شد، برای اونها خواب و قرار داشتن، آرام و قرار داشتن؟ برای کودکان عراقی، کودکان ایزدی که پدر برادرشون کشته، خواهر و مادرشون رو به اسارت بردن و فروختن و حدود 90 کودک در محاصره بر بالای کوها همین دیروز روز یک شنبه جان سپردن، تا دیروز خواب و قرار داشتن؟ برای کودکان ایرانی که در همون تهران در دروازه قار خرید و فروش میشن خواب و قرار داشتن؟ کودکان کارتون خواب ایران، آقای عزت الله انتظامی که در نقش گاو در ساخته داریوش مهرجویی هرگز فراموش شدنی نیست در این نقش، همچنان که مورد ستایش آیت الله خمینی نیز قرار گرفت و به این خاطر ارزشمند. اما در این عرصه پرسش هایی که من مطرح کردم امیدوار هستم پاسخ مثبتی داشته باشم و امیدوار هستم اگر پاسخ مثبت هست حتما به اقدامی برای حمایت از کودکان ایران، کودکانی که در دروازه قار تهران و در کرمانشاه خرید و فروش میشن، کودکان ایزدی در عراق و کودکان سوریه دست بزنن، نه تنها ایشون بلکه بقیه کسانی که فراخوان دادن و نگران اوضاع و به حق و به درستی نگران اوضاع کودکان فلسطینی هستند. امیدواریم به چنین اقدامی دست بزنن. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. با من و شما هستند در این بخش از برنامه آقای پرویز دستمالچی، پژوهشگر سیاسی و تحلیلگر سیاسی در آلمان برلین. سلام به شما آقای دستمالچی عزیز. آقای شالنگی درود بر شما و بینندگان محترم تلویزیون. آقای دستمالچی عزیز، ببینید ما صحبت همین منطقه رو میکردیم و صحبت این که در ایران اوضاع به چه گونه هست، یعنی به چه شکل هست. میبینید شما بینندگان ما بهتر از من و شما در جریان هستن، در حال حاضر تمام مشکلات رو کانالیزه کردن به سوی دولت قبلی، دولت احمدی نژاد. دولت احمدی نژاد خطاهای بسیار بسیار زیاد داشت، اما این اصرار که همه مشکلات رو الان به اون محول کردن، آیا تلاشی هست برای پوشش نهادن بر ناتوانی ها؟ انگیزه چی هست؟ به هر حال بعد از جنگ هم آمدن، جنگ دوم جهانی، این همه به دولت های قبلی ها جنگ نپریدن که الان پریده میشه با آقای احمدی نژاد. بفرمایید. ببینید به هر حال این فکر میکنم تلاشی است برای اینکه افکار عمومی رو از واقعیات جامعه منحرف بکنن، برای اینکه واقعیت این است، درسته که در زمان آقای احمدی نژاد در 8 سالی که ایشون ریاست جمهوری رو به عهده داشتند
کارهای بسیار بسیار بدی در زمینه های گوناگون، در امور خارجی، در امور اقتصادی اجتماعی اتفاق افتاد، ولی این آقای احمدی نژاد و یاددار و دسته ایشون نبودن که این کارا رو کردن. این آقای احمدی نژاد فردی بود که آقای خامنه ای بارها و بارها میگفت ایشون از همه به من نزدیکتره، به اضافه اینکه قانونن هم اینطوری هست، رئیس جمهور بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از مقام رهبری مجری سیاست های تعیین شده از طرف رهبری است و ایشون آنچه که انجام داده نه بر اساس تصورات و خواستای خودش بلکه سیاست های رهبری رو پیاده کرده، همچنان که در اون زمان در طول تمام 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای حسن روحانی رئیس جمهور کنونی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران و منتخب شخص آقای خامنه‌ای بودند که سیاست‌های اجرایی کشور همه زیر نظر این شورای عالی امنیت ملی و با تایید ایشون انجام گرفته. از جمله سیاست اتمی ایران آقای احمدی نژاد که سیاست اتمی رو شروع نکرد، سیاست اتمی ایران در زمان آقای هاشمی این چیز شد، شروع شد و در دوران 8 سالی ریاست جمهوری آقای خاتمی ادامه پیدا کرد و حتی تأسیسات آب سنگین عراق در زمان آقای خاتمی پایه‌گذاری شد و فعالیتش رو شروع کرد و غیره. خب آقای احمدی نژاد اومده این سیاست ها رو ادامه داده و به شکل بسیار بدی ادامه داده، اما این شکل بسیار بد اینها در اون زمان فکر میکردن از اون راه ها میتونن خواستاشون رو به کرسی بشونن و در نتیجه براشون مسئله تحریم ها و قطعنامه ها هیچ مسئله ای نبود، تا اینکه مدیدن مسئله است و دنیا اونطوری نیست که اینا تصور میکنن. آقای دستمانچو، ببینید در دوره آقای احمدی نژاد خوب حرفای بسیار زیادی زده شد، کارهای بسیار زیادی انجام شد، یعنی منظورم کارهای منفی متاسفانه، یا انجام نشد که باز شکل منفی داشت، بران نتیجهشو مردم میدونن، بر سفره خودشون و در زندگی خودشون میدونن، اما یه کار نشد. این تفکیک جنسیتی که از اول انقلاب، از 23 بهمن ما وقتی روحانیت شیعه، ملایان شیعه با کمک چپ و راست، جبهه ملی به رهبری آقای سنجابی و حزب توده ایران و بقیه مخلفات سازمان ها و گروه های چپ به قدرت رسید، شروع کردن و موفق نشدن، الان آقای احمدی نژاد هم آنچنان پیگیر قضیه نبود، تفکیک جنسیتی، الان داره کم کم شکل چی میگن منت بر سر مردم گذاشتن هم قاطی شده در واقع، که بانوان برای اینکه راحت باشن، برای اینکه استراحت بکنن، برای اینکه این باشه اون باشه، برن خونه بشینن و از این حرف با. این رو چطور ارزیابی میکنید شما؟ ببینید ولایت فقیه یک تصور بسیار مشخصی داره انقلاب اسلامی در ایران که اتفاق افتاد، با تصورات یک جامعه واحد اسلامی امت امامتی شکل گرفت و قانون اساسی ایران در مجموعه خودش از مقدمش تا تمام اصولی رو که داره بر اساس تصور ولایت فقیهی انجام گرفت و در اونجا همواره و همواره به خصوص اصل 4 قانون اساسی ایران میگه تمام قوانین ایران، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی، مدنی، همه و همه، میگه همه اینها فقط و فقط در چارچوب احکام و موازین شرع است و احکام موازین شرع هم منابعش یا کتاب قرآن هست
یا سنت و گفتار حضرت محمد است و یا سنت و گفتار 12 امام است و در زمانی که در اون منابع چیزی پیدا نکنند مراجع تقلید در ایران در این مورد در تطابق با احکام و موازین شرع فتوا صادر خواهند کرد که مثلا چه چیزی درست است یا چه چیزی غلط است. و در نتیجه تلاش اینها از همان ابتدا این بود که مجموعه جامعه ایران رو، مجموعه تصورات از انسان، جامعه، حکومت و غیره رو به چارچوب احکام و موازین شرع ببرد. اما جامعه ایران جامعه عقب افتاده افغانستان نبود، یعنی در زمان انقلاب که ما در اون زمان در حدود 35 میلیون جمعیت داشتیم، 10 میلیون دانش آموز بودند که از این 10 میلیون دانش آموز، یعنی تقریبا یک سوم جمعیت کشور، نیمیش یعنی 5 میلیون، حدود 5 میلیون دخترانی بودند که به دبستان و دبیرستان می‌رفتند. یعنی جامعه ایران رو نمیشد به اون راحتی به تصورات طالبانی برگردون، ولی اونجایی که تونستن این کار رو کردن، همچنان که سر زنان به زور حجاب و مقنعه و غیره کردن و پوشش اسلامی کردن، همچنان که شما میبینید مثلا در همین هفته گذشته در قزوین 200 نفر رو گرفتن در خیابون در ملأ عام شلاق زدن. خب همین آقای ببینید، من مخالف، یعنی مخالف و موافق نیست، اقراق در همه زمینه ها شاید بذاریم بگم دوست ندارم، از جمله در مورد جامعه ایران. چطور که در جامعه ایران میان در ملأ عام شلاق میزنن، در ملأ عام اعدام میکنن و جامعه هم بخشی از جامعه میره به تماشا میایسته، یک انسانی اون بالا داره جون میده، بچه به بغل ایستادن، عکس هست دیگه، همه دیدیم. ببینید مسئله حکومت و مسئله فرهنگ مردم دو چیز سواست. فرهنگ زمینه ایست که تغییرات در اون بسیار کند انجام میگیره. این که فرض بفرمایید در ایران عده‌ای حتی پیش از انقلاب خودشون بنابر فرهنگشون، بنابر تصوراتشون، بنابر اعتقاداتشون ارزن با چادر بیرون میرفتن، این فرهنگ فردی است، این اشکالی نداره، برای اینکه حق انتخاب پوشش آزاد رو داشته، یعنی کسی به اون زور نگفته. در نتیجه مسئله این که مردم میروند مثلا فرض کنید شلاق زدن رو نگاه میکنن، در این دلیلی نمیشود و یا توجیه نمیشود که یه حکومت چنین کار زشتی رو که با حیثیت و شرف انسان در تضاد هست بیاد انجام بده. حکومت میبایستی از این کارها فاصله بگیره و در سمت و سوی برود. باید چه بایدی در کار هست؟ یعنی چرا داره حکومت داره وظایف شرعی خودش انجام میده؟ این باید در چه شرایطی خواهد بود؟ یعنی ببینیم به عبارت دیگه آشه های این حکومت کجاست؟ بله، ببینید حکومت، حرف شما درسته، حکومت اسلامی است که بر اساس احکام و موازین شرع میخواد عمل کنه و درست اشکال اساسی رو که جامعه ایران و حکومت ایران درگیرش هست همین مسئله است، یعنی یک سویه بودن، ایدئولوژیک بودن حکومت. حکومت یک نهاد لازم و ضروری برای اداره امور عمومی کشور متعلق به همه است و در نتیجه نمیتوان اونو یک سویه کرد بر اساس تصورات یک گروهکی، اینو آباد درست کرد و شکلش داد. اگر که چنین کردید، همین تفاوت اساسی رو که در جامعه ایران وجود داره که حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق فردی به رسمیت شناخته نمیشه. ببینید در دموکراسی های مدرن قوای حکومت ناشی از اراده مردم است و نه ناشی از اراده الله که یک نفری بیاین
به نام خدا بر جان و مال و زندگی و شرف و حیثیت مردم حاکم میشن و این اساس دو حرکتی میشود در جامعه که شما میبینید که در کشورهای مدرن که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است این پیشرفت و رفاه به وجود میآید و در خب کشور... آقای ببینید آقای دستپانچی بحث من این نیست در واقع که به جای دیگه برمیگرده شما میفرمایید ناشی از اراده مردم هست این حکومت رو این جمهوری اسلامی رو جلو دوربین تلویزیون آقای سنجابی رهبر جبهه ملی ایران گفت با افتخار من رأی میدم به این آقای علی اصغر حاج سید جوادی از کسانی که در این انقلاب نقش مهم داشت ایشون گفت حتی من مخالف اگر هستم بعدها در خاطراتش ولی خب مخالف جمهوری رو رفتم و رأی مثبت دادم و البته بودن نشریات ایشون و بقیه که اعدامای بر پشت بام مدرسه علوی رو میگفتن که این ریتمش کنده باید سریعتر اعدام کرد و بیشتر چون انقلاب باید انقلابی تر عمل کرد هست نشریات اون زمان هست میشه رفت زمان نشونه برحال اینا صحیح بود و امروز هم ما میبینیم امروز هم همچنان شما میبینید هستن کسانی که البته در جبهه ملی همون موقع بودن که جدا شده بودن دکتر شاپور بختیار که گفتن از برنامه اشاره کردیم و کسان دیگه در میان نویسندگان پژوهشگران آقای مصطفی رحیمی بود که سخنانی گفت ماندگار و بقیه بودن بس بسر همین امروز روز شما میبینید یعنی اون چی که من فرهنگ سرچشمه نامیدم نه مردمان سرچشمه که بازوی تبلیغاتی داشت سینمای بخشی از سینمای ایران امثال قیصر و فیلمای از این قبیل بازوی اقتصادی داشت بازار ایران و بازوی تبلیغاتی دیگه داشت منبر همچنان شما میبینید هستش نیست؟ حالا خب این درسته حرف شما کاملا درسته در اون زمان در 35 سال پیش ببینید یک اشتباه بزرگ به نظر من انجام گرفت با استقرار جمهوری اسلامی و با پشتیبانی رو که سازمان‌های سیاسی و یا روشنفکران گوناگون از این حکومتی که اصولاً هم نمی‌دانستن چه هست ازش ولی پشتیبانی کردن و هست و امروز هم فکر می‌کنم که نمی‌دونن و این مسئله که گویا یه عده‌ای از یک سیستمی دفاع می‌کنن این یک پوپولیسم یه توده‌گرایی غلطه این مسئله ناشی بودن قوای حکومت از ملت بحث عقل بحث فلسفه است این به این معنا نیستش که هر چی که ملت میگوید درست است ببینید در از نظر فلسفه حکومت در سیر تکاملی تاریخ در رابطه با آن چیزی که مطرح بود که قوای حکومت ناشی از کیست و کلیسا و یا مسجد میگفتن قوای حکومت ناشی از الله و ما نمایندگان اون در روی زمین هستیم و میبایستی بر مردم حکومت بکنیم و اینها حقی ندارند به غیر از یک سری وظایفی که میبایستی انجام بدن و یا در کنار اون نظام سلطنت‌های گوناگون در اروپا یا جاهای دیگه بود که قوای حکومت رو موروثی می‌دونست و خودش رو نماینده منتخب قدرت الهی ولی به صورت سلطنت می‌دونست و حاکمیت رو موروثی می‌دونست در بحثی رو که 200 سال پیش در روشنگری انجام گرفت اومدن این قدرت و این قدرت حکومت رو از این دو منبع منطقاً عقلاً خردن گرفتن و منتقل به مردم این بحث هستش نه اینکه مردم هر چی که میگوین و یا هر انتخابی که کردن درست هست در این مورد حتما در برنامه‌های بعد بیشتر و بیشتر صحبت خواهیم کرد با سپاس بسیار از پرویز دستمالچی گرامی و عزیز که سرگرم تدارک و تدوین کتاب تازه خود هست پرویز دارای کتاب‌های متعدد هست از جمله در زمینه قانون اساسی که تخصص ویژه‌ای دارن
قانون اساسی در اروپا، سیر قانون اساسی در کشورهای مختلف به ویژه ایران. سپاسگزار هستیم آقای دستمالچی گرامی. من از شما بسیار سپاسگزارم. به پایان این شماره تفسیر خبر میرسیم. به اتفاق تهیه کننده برنامه تینای عزیز که از تعطیلات به استودیو بازگشتند و همچنان زبر و زرنگ در تدارک برنامه به خاطر عشق و عشقی که به شما عزیزان بینندگان دارد. به شما بدرود میگیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.